توییت ایلان ماسک برای بیبی دوج کوین و اشاره بیبی دوج به این توییت: کمتر از 3 روز تا بازی بیبی دوج کوین. نقشه های ایلان ماسک برای توییتر فاش شد. آیا بیبی دوج کوین در توییتر نقش خواهد داشت؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به بیبی دوج کوین رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانالش رو حتما فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده به یک توییت خیلی مهم اشاره کرده. ایلان ماسک چند ساعت پیش یک توییت منتشر کرده. در این توییت گفته میم غیر ممکن را برای مبارزه با دشمن شکست ناپذیر تحمل و رقم غیر قابل تحمل برای دویدن در جایی که شجاعان جرأت رفتن ندارند، به درستی نادرست و به پاکدامنی از دور برای تلاش در زمانی که دستان شما خیلی خسته است برای رسیدن به دست نیافتنی ها و همچنین کم قرار داده. و این توییتی هستش که ایلان ماسک چند ساعت پیش منتشر کرد. اما جالب اینجاست خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین اومده این توییت رو در صفحه توییتریش منتشر کرده و همچنین به این توییت هم اشاره کرده، اما بیبی دوج کوین به این توییت اصلا جواب نداده، فقط در صفحه توییتریش به این توییت اشاره کرده است. خود صفحه توییتری بیبی دوج کوین هم اومده توییت رو منتشر کرده راجع به اینکه کمتر از 3 روز تا اعلام بازی بیبی دوج کوین باقی مانده، که واقعا خبرهای خوشحال کننده برای هولدرهای بیبی دوج کوین در راهه. باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی برای بیبی دوج کوین رو خواهد داد. اما صفحه ای که توکن سوزی بیبی دوج کوین رو گزارش میکنه اومده در 24 ساعت چند توکن سوزی برای بیبی دوج کوین رخ داده که هر کدوم از این توکن سوزی ها کمتر از $1000 هستش که برای بیبی دوج کوین در 24 ساعت رخ داده است. در حال حاضر صفحه توییتری بیبی دوج کوین بیش از 1825000 دنبال کننده دارد که بعد از دوج کوین و شیبا اینو تونسته رتبه سوم رو از لحاظ بیشترین تعداد فالوور در بین این کوین‌ها به دست بیاره و همچنین از نظر تعداد هولدر هم در حال حاضر 1711000 هولدر داره که بالاتر از شیبا اینو و دوج کوین قرار گرفته است. ارز دیجیتال بیبی دوج در این لحظه در بازار قیمتی 08024 دلار با حجم کل بازار $376 میلیون و ارزش اون 24 ساعته نزدیک $10 میلیون میباشد. قیمت آن در 24 ساعته گذشته نزدیک 5% افزایش یافته است. ارز دیجیتال بیبی دوج با تعداد سکه‌های 420 کوادریلیون که نزدیک 38% از میزان کل سکه‌هایان در گردش است. قیمت ارز بیبی دوج در 7 روز گذشته 6% افزایش یافته و در 30 روز 42% کاهش یافته و همچنین در یک سال اخیر هم 14% کاهش یافته است. بیشتر قیمت ثبت شده برای ارز بیبی دوج در تاریخ 26/10/1400 بودی که در حال حاضر 61% با قیمت فاصله دارد. بیبی دوج کوین در چند صرافی مهم عملی شده که از جمله نمونه صرافی گلوبال و یونی سواب اشاره کنیم. در حال حاضر تغییرات یک ساعت مثبت بودی، تغییرات 24 ساعته نزدیک 5% افزایش یافته، تغییرات یک هفته 6% افزایش یافته، تغییرات 30 روزه 42% کاهش یافته، تغییرات 6 ماهه 96% افزایش یافته و همچنین تغییرات یک ساله 14% کاهش یافته است. در حال حاضر بیبی دوج کوین تونسته رتبه 124 ارزهای دیجیتال رو به دست بیاره که این رتبه نسبت به دیروز رتبه بدتری شده. با توجه به اینکه در حال حاضر بیبی دوج کوین تونسته در 24 ساعت گذشته یک رشد فوق‌العاده رو شروع کنه و حدوداً 5% افزایش پیدا کنه و این رتبه با کوین مارکت فرق می‌کنه و در این سایت تونسته رتبه 124 رو به دست بیاره و همچنین با رکوردی که در 26/10/1400 ثبت کرده 61% فاصله دارد. نقشه‌های ایلان ماسک برای توییتر فاش شد. آیا بیبی دوج کوین در توییتر نقش خواهد داشت؟ ایلان ماسک در مصاحبه‌ای با مایکل مدیر اجرایی مورگان گفت: من فکر می‌کنم که تبدیل شدن به بزرگترین مؤسسه مالی در جهان تنها با ارائه گزینه‌های پرداخت راحت به مردم امکان پذیر است. ماسک اضافه کرد که می‌خواهد تجربه مالی قدرتمندی را ارائه دهد که برتر از پیپال است و نظراتی را در اواخر سال 2022 درباره تبدیل شدن توییتر به یک برنامه همه کاره ارائه کرده بود تکرار کند. البته او نگفت که آیا ویژگی‌های پرداخت توییتر ممکن است شامل ارز دیجیتال باشد یا خیر. همچنین مایکل از ماسک پرسید که چگونه رسانه‌های سنتی می‌توانند مانند افراد مشهوری که از توییتر استفاده می‌کنند با مردم تعامل داشته باشند، مانند توجه مردم به مشارکت عمومی بایننس. مدیر عامل سابق صرافی FTX که مورد دوم به دلیل سرپیچی از توصیه وکلایش برای صحبت نکردن با مردم قابل توجه است. در پاسخ به سوال مایکل، ماسک خاطر نشان کرد که رسانه‌های سنتی برای گزارش، ویرایش و انتشار به زمان نیاز دارند، در حالی که بحث‌های توییتر در لحظه و بدون معطلی رخ می‌دهد. در سپتامبر 2022 پیام‌های فاش شده نشان داد که ماسک برای مدت کوتاهی یک پارچه سازی عمیق‌تر بلاکچین با ذخیره سازی پیام‌های زنجیری و ریز تراکنش‌ها را در نظر گرفته است. اما با پیشرفت برنامه‌هایش برای خرید توییتر، ماسک برنامه یک پارچه سازی ارزهای دیجیتال را کنار گذاشت و گفت که توییتر مبتنی بر بلاکچین امکان‌پذیر نیست. ماسک اخیراً به نگرش ناسازگار خود نسبت به ارزهای دیجیتال اشاره کرد و در 3 مارس در توییتی نوشت: من قبلاً در حوزه رمزارزها کار می‌کردم، اما اکنون به هوش مصنوعی علاقه‌مند شدم. با وجود لحن ساده این توییت، ارزش دوج کوین در عرض یک ساعت 7.5% کاهش یافت.
اگرچه ماسک کریپتو را با توییتر ادغام نکرده، اما این پلتفرم ویژگی‌های جزئی مانند پشتیبانی از NFT و داشت توسط اتریوم را قبل از ورود اکتبر 2022 معرفی کرده بود. اما سوال مهم، آیا به ویدیوش کوین در توییتر نقشی خواهد داشت یا نه؟ ماسک که چند مدت قبل، یعنی در 3 مارس در توییتی که نوشت من قبلا در حوزه رمزارزها کار می‌کردم اما اکنون به هوش مصنوعی علاقمند شدم، صفحه توییتری به ویدیوش کوین اومد به این توییت جواب داد و یک توییت منتشر کرد و گفت که من هنوز به کریپتو کارنسی علاقمند هستم که مربوط به ایلان ماسک از بیبی دوج کوین هستش. همینطور که میدونید اگر ایلان ماسک از دوج کوین حمایت کنه مطمئنم قیمت دوج کوین افزایش خواهد یافت و به دنبال اون هم به احتمال زیاد قیمت بیبی دوج کوین افزایش خواهد یافت. اما در حال حاضر که حدوداً 2 سالی میشه اصلا ایلان ماسک توییتی راجع به بیبی دوج که به طور مستقیم به بیبی دوج کوین اشاره کنه مانند دوج کوین توییتر منتشر نکرده است. اما در سال 2021 یک توییت راجع به بیبی دوج منتشر کرد و اشاره مستقیم داشت به بیبی دوج کوین، باعث روند افزایش بیبی دوج کوین شد. اما در حال حاضر صحبت ها که از اینه که مطمئنا اگر حالا توییتر بخواد عرصه دیجیتال که حالا در حال پذیرفتن عرصه دیجیتال هستش، مطمئنا دوج کوین در اون به این قرار خواهد داشت، یعنی که به عنوان یک ارز در توییتر پذیرفته خواهد شد. اما آیا بیبی دوج کوین هم همین ریوارد رو رد خواهد کرد یا نه هنوز معلوم نیست و باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاقاتی بالاخره رو خواهد داد. آیا ایلان ماسک در سال 2023 مانند سال 2021 یک توییت در صفحه توییتریش منتشر خواهد کرد که اشاره مستقیم به ویدیوش کوین داشته باشه یا نه؟ شکستگی بانک‌های آمریکا بر کاربران رمزارزی تأثیر نگذاشته است. پس از یک سری از فروپاشی بانک‌های آمریکا و گرمای نظارتی آن، افراد بسیاری بر این باورند که ماسه رمزارزها با موانعی روبرو شده است. این نظرسنجی جدید توسط یک شرکت فناوری بلاکچین مستقر در نیویورک چرخش جدیدی به داستان می‌دهد. این نظرسنجی می‌گوید که 75% از کاربران در مورد آینده رمزارزها مطمئن هستند. حدود 72% از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نگران نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022 نبودند. اعتماد مصرف کنندگان به واسطه‌های مانند صرافی رمزارزی، برنامه‌های پرداخت موبایلی و بانک‌ها برای نگهداری رمزارز همچنان بالاست و 89% است که در یک بیانیه مطبوعاتی گفته شده. این نشان می‌دهد که مجموعه ورشکستگی‌های اخیر ممکن است اعتماد مصرف کنندگان به شرکت‌های رمزارزی را تضعیف نکرده باشد. مطالعه اشتیاق قابل توجهی را برای نقش بیشتر رمزارزها در زندگی مالی روزمره نشان داد. 3 تا از مواردی که پاسخ دهندگان مایل به استفاده از رمزارزها دارند هستند: پرداخت برای کالا و خدمات، کارت‌های اعتباری و برنامه وفاداری و ارسال پول برای دوستان و خانواده است. سرمایه‌گذاری بلند مدت و معاملات روزانه از جمله موارد استفاده برتر هستند. از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کنار شاتم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید با خبر بشید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.